سلام و درود مجدد دوستان، امیدوارم که حال دل یکایک شما خوب باشه. امروز میخوایم در مورد ابزار لیر کامپس با هم دیگه صحبت کنیم. ابزاری که موقعی که داریم با انیمیشنمون کار میکنیم برای ما میاد لایه هامون رو دسته بندی میکنه و هر موقع هر کدومشون رو بخوایم به ما نمایش میده. ما میایم الان برای تست انجام میدیم کار با این ابزار رو. خب برای مثال ما میخوایم این کامپوزیشن های مختلفی داشته باشیم و میخوام توی یکی از کامپ هام این راک هست، این راک وجود داشته باشه، یعنی این سنگ، بقیه وجود نداشته باشه. پس میام اول بقیه رو خاموش کنم، این رو روشن میذارم و میام با استفاده از همین تنظیمات یه دونه کامپ میسازم. میگم که اسم اینو بذار راک. خب اسم این گذاشته شد راک. اوکی. میگم توی گزینه بعدی بیا اسپیس وومن. خب این خانم فضایی رو روشن کنم، بقیه خاموش باشن. خب میام اینجا یه دونه کامپ دیگه میسازم، کلیک میکنم روش، میزنم اسپیس وومن. خب اوکی رو میزنم. میام اینجا مجددا این هم خاموش میکنم. یک گزینه دیگه ای ببینم چه گزینه‌ای وجود داره، مثلا بک‌گراند. میگم توی این یکی تنظیمات بک‌گراند رو روشن کن. خب اسمش رو می‌ذاریم بی جی و بقیه خاموش باشن. حالا میایم هر جایی که دلم بخواد. میایم توی قسمت این لایر کامپس. ببینید اولی رو که بهتون آموزش دادم، بعد از این باید برم پایینی‌ها رو آموزش بدم، این یکی‌ها رو بعد توضیح بدم. خب میگم که الان همه خاموش، الان همه خاموش، شیروشن نباشه. یکی از گزینه ها اینه که آقا شوال همه لایه ها برای من فعال باشه. یکی از هایدال همه برای من خاموش باشه. یکی از که بذارید من شوالش کنم مجددن. خب میگه که اکسپوز. میگم آقا، میگه الان بی جی رو برای من فقط فعال کن. اینجا میاد دیگه اون دونه دونه برای ما فعال میکنه. میگم راکو الان برای ما فعال کن، یا لایه‌ای که من به اسم اسپیس وومن میشناختم برای ما فعال کن. اینجا میاد لایه های اون کامپوزیشن هایی رو که ما انتخاب کردیم رو برای ما فعال یا غیر فعال میکنه. خب این از این. حالا میگه توی گزینه بعدی میگه آقا اون اسپیس وومن رو داری؟ خب بیا کنارش اینم فعال کن. خب آقا اونو داری؟ بیا کنارش بک‌گراندم فعال کن. درسته؟ اینا میتونه یک، دو یا سه تا کامپوزیشن رو در کنار همدیگه فعال کنه. بذارید من الان هایدال رو بزنم مجددا. میگه که آقا بذارید شوال رو بزنم، ببخشید. میگه که آقا اینجا هاید لیر کام. میگه آقا بی جی بک‌گراند رو فقط غیر فعال کن، یا مثلا اینو غیر فعال کن. خب الان بک‌گراند ما غیر فعال شد. خب یا مثلا میگه که آقا هاید کن، مثلا میگم ما اون راکر رو غیر فعال کن. هر کدوم دلمون بخواد برای خودمون غیر فعال یا فعال میکنیم. الان مجددا شوال رو بزنم و اینجا دوستان روی تایملاین این کار رو میکنه. خب میگه اون لایه کامپی که داریم، مثلا انیمیتی که روی این اسپیس وومنه فعال شده توی این قسمت تایملاین نشونم بده. اینو میزنم قسمت تایملاین، میبینی اینجا اومد میگه این مربوط میشه به اسپیس وومن و بقیهش هم به همین صورت. یعنی مثلا میگه شله کامپس آن تایملاین. خب میگه اینجا بود، میگه دو تایی نشون بده، مثلا الان که اسپیس وومن رو داری نشون میدی، حالا سنگرم کنارش نشون بده. خب اینجا میاد همین کارو میکنه. حالا امکان داره سنگ ما اصلا انیمیت نشده باشه و نشون چیزی خاصی رو نشون نده، میگه آقا باشه اینم اضافه میکنم برات. خب قطعا این سنگ انیمیت خاصی رو صورت نگرفته. بعد از اون میاد میگه که میگه اون حالت ویزیبلیشو توی تایملاین خاموش کن. مثلا میگم آقا اسپیس وومنو حالت ویزیبلیشو خاموش کن. میبینی خاموشش کرد. خب حالت نمایشش رو روی تایملاین نه روی صفحه اون، دوستان این یک مقدار متفاوته. خب و اینجا میاد دیلیت میکنه، چیز خاص دیگه توی این قسمت نمیمونه. این قسمت مربوط میشه به کامپوزیشن ها که اینجا فقط نوشته کلمه کامپ رو نوشته. و عرض حضورتون کنم که کاربردهای خودش رو داره، نه اینی که نداشته باشه. برای پروژه های شلوغ، یه جاهایی پروژه های شلوغتون رو میخواین دسته بندی کنید، خب
و روی اون پروژه کار کنید. مثلا میگید آقا 200 تا کاراکتر دارم، الان میخوام این کاراکتر و این کاراکتر و این کاراکتر روشن باشه و اینا رو انیمیت کنم، حالا میخوام این یکی و این یکی و این یکی روشن باشه و اینا رو انیمیت کنم. و هر بار که بخوام بیام اینا جدا کنیم خیلی پیچیده میشه و سخت. میایم از اینجا یه دونه براش درست میکنیم یک بار و هر بار فقط کافی کلیک کنیم مثلا روی کامپوزیشن مخصوص به اونا، مثلا اون کاراکترها، و اونا رو انیمیت کنیم و هر سری جابجا کنیم و سویچ کنیم بین اون چیزایی که دلمون میخواد. خب این قسمت هم به پایان رسید، زیاد قسمت طولانی نبود و کاربردهای خودش رو دارم اونجوری گفتم. اگر کانال سابسکرایب نکردید حتما کانال سابسکرایب کنید که کلی آموزش خفن قراره به صورت روزانه منتشر بشه. تا درود دیگر، بدرود دوستان جان.